رو آتشتن رو بتونیسی من همگه قامت بلند خم میکردم و دست سترم میگیرم و این روز مرا در بیستر مرد دیدی برای مرگ ما گریه نکرد چرا؟ زیرا روز مرد برای تن میاد میگه درد مادر زیادتر میشود شب نالیش بکنم فرزن به سیاست میگه نمیشه مادر آواز تا پس گیری تو نالیش کردیسی مرا خواه نمیبرد کنین خواه نمیبرد کمکیر میگه مایلست یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش فرزن براحت خواب میره سهر میخیزه که مادر از دنیا گذشت میگه در حوصل منزل قبرستان از سر منزل میره اویلش هم مکتوبش میته که همین شب مادر مکتوب میگیست پیش از مرگش بچه جان تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خود نکردم برای تو کردم لیکن این شب دیدم که طاقت شنیدن آوازی من نبود این شب آخران خواهشم از خدا همیشه هم برای خودم نمیکنم برای تو میکنم خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام قاربی و دیگه تو را نراحت نکنم حالا و لا قوت الا بالله مادر به مرگ خود راضی است اما به نراحت شدن فرزن راضی نیست در نماز یک دعای عجیب میکنی اللهم اغفر لی و لوالدی خدا اول خود رو بخش بعد از آن پدر و مادر مو چرا اول خود رو بخش چرا اول پدر نه چرا اول مادر نه خدای ما رو ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شد اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه به همین خاطر اول باید در نفس خود ما دعا بکنیم بعد از در حق پدر و مادر دعا بکنیم جنت یک منظره هست همه آرزو داره که جنت برود انبیا اولیا همه میخواهند که جنت برود حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید میانه جنت بخواهید جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدای تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه حواس مرا میخرد اما مرا اینقدر بقدر کردی که زیر قدم مادر کردی دوزخ میگه خدای تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکارم نیست و نابود کنم اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه تو او را از دوزخ خلاص شد علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است یکی قرآن یکی بیت الله یکی چهره پدر و مادر را تماشا کردن علما میفرمایند اگر بخواهید دعاتان قبول شود در چهره پدر نگاه بکنید در چهره مادر نگاه بکنید دعا بکنید الله دعای شما را رد نمیکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشند حیات باشند دو دروازه جنت علکه در اختیار شما اگر یک تاشون باشه یک دروازه جنت در اختیار شما رسول الله گفت که وای بر حال همو کسی که پدر و مادر دریافت کنه و جنت نرود وای بر حال همو کسی قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه میدونه که وقتی که پدر جوان هست سیاست دارد اما عمر پدر یا عمر مادر کم کرد بالا رفت علاقه سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان زمان شما پدر تو یا مادر تو کلانسار شما و محتاج به تو شود حتید که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو اوف ای پسترین سخنه وقتی خدا میگه اوف نگو دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشد باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد چگونه ما میدهد بودیم و تربیت کرد و کلام الله رب العزت میگه وقت جنح در پیش پدر خطه پهلوان نگی بازوها تا شکسته بگی چیلی که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه فرزنش از زیر بغل میکنه الله میگه ای جوانی پهلوان در پیش پدر خطه پهلوان نگی بلکه پدر و مادر زیر قنات خود بعضی علما قنات ترجمه به پاینداز میکنن میگه در پیش پدر و مادر مثل پاینداز باش سرخم باش الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما داده است پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگ چهره شون نگاه شون برای ما عبادت است رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدن پدر و مادر از شما راضی است بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است و اگر